امام حسن مجتبی علیه السلام اولین فرزند امام امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و امام دوم مسلمانان هستند که بنابر نقل همه منابع شیعه و اکثریت قریب به اتفاق منابع اهل تسنن با خوراندن زهر به وسیله همسر خود جعده و به تحریک معاویه ابن ابی سفیان مسموم و به شهادت رسیدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. امام حسن مجتبی علیه السلام نخستین فرزند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و نخستین نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشند. بنابر نقل تاریخ نام حسن را پیامبر اکرم برای ایشان برگزیدند و آن حضرت را بسیار دوست داشتند. امام حسن مجتبی 7 سال از عمر خود را با پیامبر اکرم همراه بودند و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشتند. فضایل امام حسن مجتبی در منابع شیعه و اهل تسنن آمده است. آن حضرت یکی از اصحاب کسا هستند که آیه تطهیر درباره آنان نازل شد که حکایت از عصمت آن بزرگواران دارد. آیه اطعام، آیه مودت و آیه مباهله نیز درباره آن حضرت و پدر و مادر و برادرشان نازل شده است. امام حسن مجتبی 2 بار تمام دارایی خیش را در راه خدا بخشیدند و 3 بار نیمی از اموال خود را به نیازمندان دادند. گفتند به سبب همین بخشندگی ها آن حضرت را کریم اهل بیت خواندند. امام حسن مجتبی در شورش های اواخر خلافت عثمان به دستور امیرالمؤمنین به محافظت از خانه وی پرداختند. در دوره خلافت ظاهری امیرالمؤمنین همراه ایشان به کوفه رفتند و در جنگ های جمل و صفین از فرماندهان سپاه بودند. نقل شده آن حضرت 20 یا 25 بار پیاده به حج رفتند. امام حسن مجتبی در 21 رمضان سال 40 قمری و پس از شهادت امیرالمؤمنین به امامت رسیدند و در همان روز بیش از 40,000 نفر با ایشان برای خلافت بیعت کردند. معاویه از پذیرش خلافت آن حضرت سر باز زد و ضمن رویارویی با لشکریان امام حسن مجتبی در عراق با نیرنگ یاران آن حضرت را به سمت خیش کشانیده و به ایشان پیشنهاد آتش بس داد. امام حسن مجتبی برای حفظ اساس اسلام آتش بس و واگذاری خلافت به معاویه را پذیرفتند، به این شرط که معاویه بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم عمل نماید و برای خود جانشینی تعیین نکند و همه مردم از جمله شیعیان امیرالمؤمنین در امنیت باشند. اگرچه بعدها معاویه به هیچ یک از این شرطها عمل نکرد. امام حسن مجتبی پس از ماجرای آتش بس در سال 41 قمری به مدینه بازگشتند و تا پایان عمر در آنجا مانده و در مدینه مرجعیت علمی را بر عهده داشتند. چنان که بر اساس نقل بسیاری از منابع تاریخی اهل تسنن، معاویه در زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام علی‌رغم تعهدش مبنی بر عدم تعیین ولیعهد و واگذاری خلافت به فردی بعد از خودش تصمیم گرفت تا یزید را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی نماید. بزرگترین مانع برای معاویه در مسیر گرفتن بیعت از مردم برای یزید وجود مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. تاریخ شهادت آن حضرت را روز 7 صفر سال 50 هجری در سن 48 سالگی ذکر نمودند. آن امام بزرگوار وصیت نمودند تا در کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دفن شوند که با ممانعت عایشه و حامیانش و تیر باران شدن جنازه آن حضرت سرانجام در قبرستان بقیع دفن شدند.